با سلام و صبح خیر خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون یک. امید که صبح خوب و خوش را همگام با ورزش آغاز کرده باشین. خوب دوستان، خوشحال هستم که در خدمت شما قرار گرفتم. البته امروز متفاوت تر از روزهای قبل، البته متفاوت گفتم روزهای قبل، ما در این برنامه بعضی قهرمان ها و کسایی که دستاورد داشت ما دعوت میکردیم و در رابطه با دستاورد داشت صحبت میکنیم. خوب است که امروز در رابطه با چالش ها و مشکلات ورزش افغانستان با شما صحبت کنیم، بخصوص فوتبال. و حال یک گزارش کوتاه آماده نشر است و پس از او مهمان عزیز را در برنامه با خود داریم. مشکلات و چالش ها در فوتبال کشور هر روز گسترده تر می شود. رؤسای فدراسیون های بیش از 20 ولایت از ریاست جمهوری می خواهند که به مشکلات فوتبال کشور رسیدگی کرده و هرچه زودتر انتخابات را در این فدراسیون برگزار کند. آنان تاکید دارند که مهلت قانونی کار رئیس فعلی فدراسیون فوتبال به پایان رسیده است و عدم برگزاری انتخابات سبب می شود که فوتبال کشور هر روز بحرانی تر شود. این در حالی است که مربی پیشین تیم ملی فوتبال انتخابات دور گذشته فدراسیون فوتبال را غیر شفاف می داند. بر اساس اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، 4 ماه و 15 روز از 4 سال زمامداری غیر قانونی فدراسیون فعلی فوتبال میگذره و 4 سال قبل هم هینا به طور غیر قانونی در روز عاشورا به روز رخصتی روز جمعه خودشان اعلان انتخابات کردند که اصلا انتخابات خودش یک جلب و تقلب بود. از سوی هم آقای اکبر زاده میگوید که دلیل عدم برگزاری انتخابات فوتبال اختلاس و فسادهای گسترده در این فدراسیون است. تا جایی که من معلومات دارم پولهای بسیار هنگفته ده سالهای گذشته با فدراسیون فوتبال انتقال پیدا کرده که به میلیون ها دلار میشه. ما فکر کنم که حراس شان نزی است که هر کس دیگه که جاگزین از ایناشا مجبور هستن که اینا حسابدهی بتن. اما شخص رهبری فعلی فدراسیون فوتبال میگه که ما با فدراسیون جهانی فوتبال آمادگی ازیر دارم گزارش بدیم، در حالی که اینا جنرال اسامبلی باید دایر میکنن هر سال گزارش مالی خود میدادن. بالاترین دستاورد فدراسیون فوتبال پس از ایجادش قهرمانی در جنوب آسیا است. حال رؤسای فدراسیون های ولایات باورمندند که اگر انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار نشود، فوتبال کشور هر روز بحرانی تر خواهد شد. خب دوستان، گزارش با هم دیدیم و قسمی که در جریان هستین، از 2 سال به این سو مشکلات و چالش ها صد راه ورزش افغانستان قرار داره و حال در اواخر متاسفانه دامنگیری فوتبال افغانستان هم شده. خب در این رابطه ما مهمان عزیز را امروز در برنامه با خود داریم، میر علی اصغر اکبرزاده، مربی پیشین تیم ملی فوتبال. خوش آمدین جناب. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت دست اندرکاران تلویزیون یک. امیدوار هستم که صبح خوش را آغاز کرده باشم. خب پیش از اینکه خیر سر چالش ها و مشکلات ها رو چطور استاد ورزش میکنین یا اینکه ماندین هم استاد تاک بالا؟ هفته 3 روز یک کلپ از بچه های کلپ خود تیم ما کلپ شا 3 روز کتای همون بچه های زیر سن 12 تا 14 کتا از اونا مصروف هستم و از طرف شب هم هفته 2 شب به یک سالون کته امو بازیکنایی که سنشان بالاتر از اونا هستن در یک سالونا مصروف ورزش هستن و پلی از 3 روز هم خودم ورزش میکنم شخصی. ماشاءالله ماشاءالله. یک قسم گفتین که دیگه جوانان باید انگیزه پیدا کنه که برن ورزش کنن. ورزش حتمی است. بله. خب استاد، ما شاید مشکلات در المپیک افغانستان در تربیت بدنی بودیم و متاسفانه در اواخر دامنگیر فوتبال افغانستان هم شد پس از اینکه آقای علی اصغر لالی از سمت یا از فدراسیون فوتبال کنارگیری کردن، این چالش ها بالا کشید. دلیلش چی است شما که بودین در فدراسیون؟ خب سالهای را ما هم در فدراسیون فوتبال بودم، رئیس فدراسیون فوتبال کابل بودم، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودم. وقتی که انسان منیس یک ورزشکار صادقانه میبینه که در داخل یک فدراسیون جایی که همون قسمی که بزرگا میگن که ورزش سفیر صلح هست، جایی که صفا و صمیمیت ده، وقتی که شما میبینین که دو علاقات خاص مافیایی رخ نمیکنن به خاطر ای که دستشان به متگدی و مفتخوری دراز است به خاطر منافع شخصی خود و منافع اولیای کشور زیر پای میگذارن. بنا به او بود که سالی که ما رئیس فدراسیون فوتبال کابل بودم و مربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودیم، سفر به ایتالیا داشتیم که 9 بازیکن به ایتالیا پناهنده شدن، با ای که مسئولیت به دوش منیجر تیم بود و پاسپورت بازیکن ها را هم موقت کرده بودیم، پیش ما بود نزد پلیس تسلیم داده بودیم. باز به تمام مشکلات ما اونجا کنفرانس مطبوعاتی در ایتالیا داشتیم که ورزشکارهایی که با آبرو و حیثیت تیم ملی فوتبال افغانستان بازی کردن و تیم ترک کردن، فرار کردن. من ایسی یک مربی صلاحیت مهمی بود که اینا من بعد پیران تیم ملی فوتبال افغانستان رو بطن کرده نمیتونن. وقتی که افغانستان برگشت کردیم، 2 نفر از او بازیکنان توسط معاون اول وقت معاف شد که یعنی میتونه در تیم ملی بازی کنه، 2 نفر توسط معاون سبب دوم معاف شد. بنابراین ما هم ناچار شدم وقتی که سعی کردیم که فشار است با آبروی افغانستان اینجا
زیر سوال میره. ما ناچار به خاطر اعادی حیثیت خود ما استعفای خود پیش کردم و ترینری تیم ملی فوتبال و دلیل مشکل عمده ای که است قسمی که ما اسنادا که در دست ما قرار گرفته چند روز پیش امیر رئیس فدراسیون های ولایت ها که بیش از 22 ولایت اینا تایی نامه برای جمهور اینا روان کردن خواهان انتخابات زودرس شدن که انتخابات باید برگزار شود و رئیسی که فعلا است اینا غیر قانونی است و از دوره کاریشون میگذره. به نظر شما آیا رئیس جمهوری صلاحیت داره که در امور کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال مداخله کنه؟ ببینین ما موضوع خوب را شما یادآوری کردین. 4 سال قبل وقتی که فدراسیون فوتبال افغانستان شما در گزارش دارم که اونجا کلپ ما هم داشتم ورزشکارای رؤسای فدراسیون ولایت دعوت کردند که گویا ما میخواهیم تعدیلات در بعضی از مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال افغانستان رو نما بسازیم. به بانی تغییرات در مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال اینا اونجا کارتای سبز بالا کردن و در روز رخصتی اعلان کردن که کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال، در حالی که از طریق رسانه ها، مطبوعات، تلویزیون شما، سایر رسانه های تصویری و صوتی و چاپی قطعا اعلان نشده و اینا با قسم تقلب 4 سال قبل رئیس شدن. استاد شما از تقلب گفتن، چرا 4 سال پیش همین مردم اقدام نکردن که امیر رئیس غیر قانونی انتخاب شد؟ 4 سال پیش شما سایر رسانه ها را جمع تلویزیون آریانا و سایر تلویزیون ها ما صدای خود بلند کردیم، حتی نامه نوشته کردیم، در رسانه های چاپی حتی ما شکایت خود بلند کردیم، اما مشکل هی بوده که دمو وقت یک حلقه خاصی بوده که امام میکردن اینا را و فشار بود حلقه خاص در داخل بوده یا در بیرون از در داخل افغانستان علاقاتی بوده که اصلا وقتی که برشان گفته که شما وقت دار ختم است شما نمیتونین، گفتم مرا همینجا فلانی خان گفته که دمی جای باش ما همینجا هستم. خب اگر علاقات در داخل بوده پس چرا شورای المپیک آسیا فیفا چرا پادر میونی نکرده وقتی فهمیده که رئیس فدراسیون غیر قانونی است؟ اونا وقتی که اینا اومدن مراجعه کردن پرسان کردن چه قسم اینا عمو برنامه که داشتن که گویا تعدیلات در بعض از مفاد اساسنامه میریم و اکثر گفتن که این مده انتخابات کردیم ولایت، اصلا اینجا ما فکر کنم ضعف ولایت نشان داد. ولایت چرا سکوت کردن؟ اولین کار که ما کردیم بود یک کمی بعد 4 سال قبل آورد شما کار که ما کردیم در رهبری جناب حفیظ ولی رحیمی رئیس اتحادیه کلاب های فوتبال افغانستان، فدراسیون فوتبال افغانستان از مرکز ما کشیدیم. در گذشته که ما مربی بودیم ما تیم ملی فوتبال داشتیم، منم تیم ملی فوتبال افغانستان، تنها ما از کابل تیم داشتیم. یعنی تیم ملی ما افغانستان شمول نبود. این کار ما کردیم، فدراسیون تشکیل کردیم، فدراسیون ولایت ما سام دادیم، اما اینجا ضعف کاری و اینجا مقصر اصلی ولایت هستن. ولایت باید پرسان میکردن پولایی که سالانه به فدراسیون می ولایت بایره. با توجه به او نامی که شما اشاره کردین، از لحاظ اصول، از لحاظ قانون فدراسیون ها رئیس جمهور حق مداخله را نداره، اما رئیس جمهور میتونه که استفسار کنه توسط ادارات عدلی و قضایی که پول هایی که به فدراسیون میاد این پول ها کجا میشه، انتخابات از نهای شفاف است، یعنی آیا رئیس جمهور که در رأس سی قوا قرار داره انتخابات میتونه نظارت کنه، تربیت بدنی میتونه نظارت کنه؟ که میتونه نظارت کرده میتونن، اما حق مداخله رو که نداره. پس جنرال اسامبلا یا بورد اجرایی اینجا چه نقش داره؟ جنرال اسامبلا وقتی که رئیس فدراسیون تعیین میشه، روز انتخابات میشه، ولایت رئیس فدراسیون با معاونش، مالیش، با بخش بردای دیگهش اینا پیشکش میکنن به می ولایت. ولایت به اینا رای اعتماد میدن. خب چه خوب یک گپ بسیار جالب شما یاد کردین. جنرال اسامبلی وقتی که دوباره رئیس فدراسیون میخواد معاون فدراسیون رو برکنار کنه، بدون تشکیل جنرال اسامبلی کمی ولایت است، نمیتونه معاون فنی رو برکنار کنه، نمیتونه مسئول مالی رو برکنار کنه. ما سالهای قبل شاهد ازی بودیم، تپش است، ویدوش پیش است، بدون تشکیل جنرال اسامبلی رئیس فدراسیون فعلی معاون خودم برکنار کرده، مالی خودم برکنار کرده، هر کدام برکنار کرده، گفتم ما این کار کردیم. حتی در قسمت از صحبتش گفته که کار ما کردیم، من پرسان میکرد اگر کی است، یعنی ما این کار کردیم دستان خلاص. جنرال اسامبلی امی است که بدون تشکیل از اینا کس نمیتونه معاون فنی اینا رو پاس کنه. دوستان یک میان برنامه آماده نشه است و پس از او با آقای اکبر زاده خود بریم. دوباره خوش آمدین دوستان. آقای اکبر زاده، جنرال اسامبلی فدراسیون فوتبال همیشه در این رابطه یک مقدار روشنی بیندازن که متشکل از چند نفر است و آیا رؤسای فدراسیون های ولایت هم شامل از این هستن یا خیر؟ بله، وقتی که جنرال اسامبلی میگیم رؤسای فدراسیون ولایت که قبلا گفتم که در انتخابات اشتراک داشتن و رئیس و اعضایش انتخاب کردن، این در ختم هر سال مالی رئیس فدراسیون ملزم است که جنرال اسامبلی دایر کنه و گزارش مالی خود برای ولایت و برای تیم کاری خود گزارش مالی خود بده. و هر ولایت و هر حزبی از فدراسیون که انتقاد داشته باشن یا طرح داشته باشن، او را به مو جنرال اسامبلی پیشکش میکنن. اما تا حال
شما منیس یک رسانه شاهد کردم تشکیل جنرال اسامبلی فدراسیون فوتبال بودین که گزارش مالی خود بتا قطعا ما که شاهدش نبودیم منیس یک کسی که در مطبوعات ما حضور فعال داریم اینا با تمام این کاری که در طول قصالا کردن فقط و فقط آشیروی میکنن و شکایتی که 22 ولایت داره 22 ولایت نگفته که ما فلانی آدم رئیس میخوایم 22 ولایت گفته ما خواهان انتخابات شفاف هستیم اینا چی کردن با تعقیب ازی ببینید یک نامه دیروز از اولیسی جرگا با آدرس ما هم یک نامه که ما به حضور دستیا پیدا کردیم به ریاست محترم پارلمان و تنظیم جلسات خب ما این رو کوتاه برتن میخوام لطف نمودم مطالب زایل به ریاست تربیت بدنی ریاست محترم فدراسیون فوتبال اداره زیرت ارسال نمایید با تعقیب مکتوب نمبر 427/170 مورخ 28/9/1395 نگاشته می شود اینکه قرار گزارش های رئیس به این کمیسیون از وقت برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال کشور مدت 2 ماه گذشته بنان هرچی آجل تاریخ انتخابات آن فدراسیون مشخص و اعلان گردد همچنان الا برگزاری انتخابات جدید محترم سارنوال کرام الدین کریم رئیس فعلی حق تبدیلی و تقرر نمایندگان فدراسیون را در ولایات ندارد همچنان حق ندارد از بودجه فدراسیون سوء استفاده نماید و به نفع خیش در کمپاین به مصرف برساند صدای ما پیام ما برای رئیس جمهور چیست چرا آقای سارنوال چرا همین زمینه را فراهم نمیکنید که انتخابات برگزار شود ببینید نامه به آدرس شما به مطبوعات رسید پارلمان افغانستان ما با آقای لاله امیدزی میگم که اگر صلاحیت پیشبرد ریاست کمیسیون ساعت و جوانان ندارین بناهن جناب آقای لاله امیدزی صدای مشنی از چوکیتان استعفا بدین بناهن پارلمان افغانستان با این یک تازیه که از طرف فدراسیون فوتبال میشه به این معنی است که پارلمان افغانستان و کمیسیونش دیگه مشروعیت نداره مکتوب صادر شده 3 روز قبل 2 نماینده غیر قانونی فدراسیون فوتبال به هلمند سفر کردن با همکاری عضو شورای ولایتی هلمند به نام آقای بشیر شاکر در یک اتاق شیشتن به کلپا زنگ زدن که شما باید ما انتخابات فدراسیون فوتبال میکنیم کلپا گفته ما رئیس فدراسیون داریم در انتخابات آزاد ما رئیس فدراسیون داریم ما فدراسیون کس حق ندارد 4 ماه پیش از اینکه انتخابات فدراسیون شروع شود که جمعا 2 ماه تیر شده 6 ماه فدراسیون فوتبال حق تغییری و تبدیلی در هیچ چیز استاد ببخشید ما گپتونم قد میکنم نقش پارلمان چی است در انتخابات فدراسیون نقش فوتبال؟ پارلمان من رئیس کمیسیون ساعت میتونه نظارت داشته باشن اینا مداخله مستقیم کردن نظارت دهی میکنن که انتخابات تاریخش پوره شده بله اینا باید انتخابات کنند بله تربیت بدنی سپورت باید نظارت داشته باشه که انتخابات چقدر شفاف است با دور از زورگویی و سلاح و کلاشینکوف و بادیگارد و محافظ و موترهای پلنگیس با دور از اینا میتونن نظارت داشته باشن که انتخابات شفاف است یعنی همین انتخابات فدراسیون فوتبال نمیکنه یک دپالیش چی کردن اینا آقای بشیر شاکر زنگ زده به کلاپا که بین کلاپا گفته ما رئیس داریم 2 نماینده غیر قانونی که ما براتان حالم از پشت همی تریبون شما میگم نماینده که به ولایت حال سفر میکنن 4 ماه قبل وظیفه فدراسیون فوتبال ختم بوده غیر قانونی است این نماینده که به ولایت میرن مصرف میکنن از بودجه فدراسیون فوتبال به نفع خود کمپاین میکنن اینا مورد پیگرد قانونی قرار میگیرن شما این باید داشته باشین کی کار خلاف است تخطی آشکار است و کلاپا حاضر نشدن و اینا چون 22 ولایت اونجا امضا کردند که ما انتخابات میخواییم آل فدراسیون فوتبال میخواییم که هر ولایت تازه دیگر رئیس فدراسیون تعیین کنه به خاطر انتخابات تا اینده رئیس هایی تعیین میکنه که به نفع خودش باید کار کنه در حالی که این حرکات کلش خلاف است و این نامه پارلمان که به تربیت بدنی سپورت و به فدراسیون فوتبال ارسال کردن و این نامه اعتبار داره شما از تغییر تبدیل گفتین و پس از اینکه مشروعیت خود به گفته شما آقای سارنوال از دست داده تغییر تبدیل آمده در فدراسیون فوتبال بله اینا قبلا ولایت غزنی را وظیفه بال تعلیق آورده بودند رئیس فدراسیون بلخ بال تعلیق آورده بودند و ای که تازه به هلمند حرکت کردند و اونجا خواستن انتخابات فدراسیون کنن اینا این حرکات کلش خیر خورد و ولایت در انتخابات چه نقش داره و هر آمرین هر ولایت یا رئیس فدراسیونش می رای می اقرار بله بله همین 32 ولایت جوان 34 ولایت داریم یک تعداد ولایت اصلا یک 2 ولایت فدراسیون نیست 2 ولایت دیگه وظیفه بال تعلیق در آمده متوقی بین 30 و 31 ولایتی که حق دارن بند انتخابات فدراسیون فوتبال اشتراک کنن اینا من جمع فدراسیون فوتبال کابل یعنی یک رای از کابل است فدراسیون فوتبال کابل و ولایت اینا من انتخابات میکنن و قانونش چی است که 4 ماه قبل از طریق رسانه تصویری صوتی و شنیداری و چاپی باید اعلان شود که تاریخ انتخابات فدراسیون فوتبال فلانی وقت است هر کسی که حق کاندیداتوری در فدراسیون فوتبال دارن میتونن بیان فرم خانه پوری کنن در یک فضای بسیار شفاف تحت نظارت تربیت بدنی سپورت و نماینده اولیسی جرگه بخش سیاد میتونن انتخابات نظارت کنن و نماینده کنفدراسیون آسیایی حضور از اینا حتمی است با کمال تاسف که تمام چیزا زیر پا شده میره و اینا فقط یک سره زور میگن و انتخابات به تعویق انداخته میدن و استاد قسمی که در گزارش هم دیدیم ما شما از فساد و اختلاس در فدراسیون صحبت کردن بله. کلپتون هم اونجا بودن و این اختلاس در چه حد است و مربوط به کدام رده میشه اگر مشخص بکنید
شش ماه یا هفت ماه قبل تمام رسانه ها در جریان هستند که رئیس جمهور یک هیئت تعیین کرد در رابطه با گسترش فساد در ریاست تربیت بدنی سپورت. جناب آقای کرام الدین کریم وقت مسئولیت ریاست تربیت بدنی سپورت هم داشتن و مسئولیت فدراسیون فوتبال هم. هیئت تحقیق و بررسی وقتی که ما گزارش میگیره نظر به اسناد، مدارک، شواهد، گزارش هایشان ختم میشه. دو تا سوال اینجا پیدا میشه از لحاظ حقوقی که اگر جناب آقای کرام الدین کریم اتهاماتی که برش وارد شده بود در رابطه با اختلاس و فساد اداری، اگر این فساد و اتهامات وارد نبود، چرا وظیفه آقای کرام الدین به تعلیق رفت و چرا جناب آقای عمائین خیری عوضش رئیس تربیت بدنی سپورت شدن؟ اگر که نه وارد بود، پس چرا آقای کرام الدین کریم به اداره عدلی و قضایی معرفی نشدن؟ یک دوسیه مان و از تربیت بدنی سپورت کنار زده شدن، آمدن در فدراسیون فوتبال. فدراسیون فوتبال سالانه یک مقدار پول انگفتی از کنفدراسیون آسیایی. خب آقای اکبرزاده، با معذرت، البته از اونها نماینده اینجا نیست، ما نمیتونم که در این رابطه زیاد صحبت کنیم، چون همین توازن از بین میره. با وجودی که ما با سخنگوی فدراسیون فوتبال تماس گرفتم که خواهان از ایشون که در برنامه بیاین و متاسفانه اونام مشکلات خدا نگفتن. وقتی که حاضر باشن ما حاضر هستم. با فرمودی شما دقیق هست. از نظر شما آقای اکبرزاده چی باید کرد که می چالش ها از بین بره، با وجه فوتبالی که یک ورزش ملی است که برای اولین بار تانست کپ قهرمانی را جنوب آسیا بیاره و تمام مردم افغانستان تانست گرد یک میز جمع کنه، و چی باید کرد، راه حل چی است تا این کشتی شکسته فوتبال افغانستان نجات پیدا کنه؟ رایل به نظر ما همی است، امو اساسنامه که فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا امو اساسنامه که تدوین کردن، امو اساسنامه در اختیار فدراسیون فیلی فوتبال قرار داره، امو قوانین مقرراتی که در شورای المپیک آسیایی قرار داره. ببینید ما شما همیال ما فعلا تو تا المپیک داریم، ما خود از یک لجام گسیختگی هست و ما حراس از این دارم که فدراسیون فوتبال هم وضعیتش از این بدتر میشه. رایش همی است که دولت، رئیس جمهور در اساس قوا قرار داره. دولت اگر مداخله کنه نمیتونه، دولت حق نظارت داره که مطابق به اساسنامه انتخابات فدراسیون را اینا آماده بسازن، المپیک یک المپیک بسازن، فدراسیون فوتبال را بگذارن که انتخابات شفاف صورت بگیره. مطابق با انتخابات و دستاورده که در گذشته هم بر فوتبال شده، من قبول دارم، با شما موافق هستم، ورزشکارایی که از بیرون میامدن شامل تیم فوتبال افغانستان میشتن که در مسابقات بنگلادش و نیپال که ما ترینر بودیم اینا حضور پیدا میکنن، ما فکر کنم مال اون ورزشکارایی که از خارج میان دیگه اون حضور پیدا نمیکنن. جنجال در تاجیکستان پیدا شد، آقای اسلام امیری پشت نیمکت نماندن، در ترکیب تیم نماندنش بازیکنای خارجی، با اینکه آمدن قضیه پیتر شگرد بود، فدراسیون فوتبال گفت ما کنفرانس مطبوعاتی میگیریم، شگرد اینا از فدراسیون خودشان دور کردن، شگرد در صفحات اجتماعی خود نشته کرد، تمام چیزا ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم. حالا صفحات اجتماعی، صفحات مجازی، همه چیز کلش است. بهترین راهش فقط تابع به قانون و اساسنامه فدراسیونا، تمام فدراسیونا، چی فوتبال باشه چی سایر رشته ها، فقط تابع و اساسنامه شادم باشه، مقررات و اینا اساسنامه را سعی کنه، رئیس جمهور تیم خود تعیین کنه، کمیسیون نظارتی خود تعیین کنه، فقط اینا قسم نظارتی نظارت داشته باشن که مطابق به اساسنامه کی است، مطابق اساسنامه اگر حرکت کنه فکر کنم مشکل حل میشه، چون مطابق اساسنامه یک تخطی آشکار همی است که چهار ماه یا کمتر زیادتر از انتخابات فدراسیون فوتبال میگذره و سالانه اینا با بانهای مختلف ایره به تعویق میندازن. این تخطی آشکار است به نظر من. هر کس میگه نیست، نماینده فدراسیون فوتبال بیایه، ما در کنار شان هستم، من ایسی یک دوست، من ایسی یک برادر، حاضر به مناظره من شان هستم، بیان اینا رو برام جواب بدن. چرا نمیکنن انتخابات فدراسیون فوتبال است؟ چرا سال 4 سال پیش در روز رخصتی در ماه محرم در دوم عاشورا اینا انتخابات کرد؟ اینا تخطی آشکار است. فقط تابع اساسنامه، مطابق به اساسنامه هر فدراسیون حرکت کردن، نماینده های با صلاحیت تربیت بدنی سپورت، چون تربیت بدنی سپورت رئیس جمهور وظیفه داد که تا شش ماه شما مقرری ورزشی رو تیار کنید، اینا مقررات تیار شد، تدوین شد، رفت دفتر رئیس جمهور، اینا تمام رشته ها تابع از اون میشن. تشکر آقای اکبرزاده. چیزیست که مداخلت قطعا من قبول ندارم، اما نظارت قبول دارم. سپاس از حضورتان در برنامه‌ای که دعوت ما را پذیرفتین، و دوستا به امید از اینکه چالش ها از صدر راه ورزش افغانستان به ویژه فوتبال برطرف شود.